مغز فرمانده بدنه با چهار ویتامین کلیدی مغزمون رو جوون تر کنیم سلام به همه شما عزیزان ویدیوی بسیار مهم می داریم چون مواردی رو بهش پرداختیم نکته ها و ویتامین هایی که کمک میکنه تا ما در هر سن و سالی که هستیم مغزمون عالی کار کنه. اگه فرمانده حالش خوب باشه همه اعضای بدن هم حالشون خوبه اون چیزی که امروزه خیلی داره جای خودش رو محکم میکنه تلقین رسانه ها هست که شما بعد از پنجاه سالگی دیگه باید منتظر بیماری ها باشیم حواسمون باشه زمیر ناخداگاهمون این موضوع رو نپذیره که دیگه حالا من سنم از پنجاه سال رد شد دیگه این طبیعیه باید کمردرد باشم باید پادرد باشم اگه مغزم خوب کار نمیکنه این کاملا عادیه و این پذیرش کار درستی نیست از نگاه تیم ما پیری از 100 سال به بالا تازه شروع میشه ما میتونیم زندگی بسیار با کیفیت تری داشته باشیم استاد ما همیشه میفرمودن جوان کسیه که پویا هست داره یاد میگیره و یاد میده تا وقتی که ما مغزمون قدرت یادگیری داره قدرت یاددهی داره پس جای نگرانی نیست اون فرد جوانه حالا هر سن سالی که میخواد داشته باشه چقدر خوبه که هر روز این نکته رو به خودمون یادآور بشیم که ما موجود زنده هستیم بدن ما یک سیستم یک پارچه و سیستم ترمیم داره به محض اینکه هر جای آسیب دیدگیش صورت بگیره اگه ما اون مواد لازم رو در اختیارش قرار بدیم شروع میکنه به ترمیم باستا و جایگزین کردن سلول های جدید هر جای مغز ما هم اگه آسیب دیده باشه بدونیم چه کارهایی را انجام بدیم این اتفاق میفته و ما مغز جوانی خواهیم داشت اگه فرمانده جوان باشه قطعا همه اعضای بدن هم جوان خواهد بود چهار ویتامینی که البته یکی از اون یک ماده مدنی بسیار مهم هست اگه تو بدنمون کم بود نباشه اتفاقات خوبی میفته اما اینجوریه که اکثرا این کمبود دارن که نشونه ها رو بهتون میگم و میتونید رو بدن خودتون بررسی کنید و وقتی که ما متوجه میشیم این کمبود داریم به هر راه چاره ای که من همه اون راهکارها رو تو ویدیو بهتون گفتم یکی از اون ویتامین های خیلی خیلی مهم ویتامین B12 هست گرچه تمام گروه ویتامین های B برای سلامتی مهم هستند اما من دارم از مهمترینا برای شما میگم کمبود ویتامین B12 باعث کاهش گلبول های سرخ خون میشه و منجر میشه به اینکه پوستمون زردتر بشه چون ساخت گلبول های سرخ تو بدن کمتر میشه با کمبود ویتامین B12 دست و پای حالت سرد و گزگز گز داره چون سرعت جریان و خون تو بدنمون کم میشه و به همون نسبت متابولیسم بدن هم پایین میاد اگه ما بخوایم چند تا منابع بهتون بگیم باید بهتون بگیم مکمل ها انتخاب درستی نیستن من بارها این موضوع رو تو ویدیو بهتون تاکید کردم کمبود ویتامین ها رو با مکمل ها جبران نکنیم چون مکمل ها علاوه بر اون ترکیبات شیمیایی که دارن کبد خیلی به زحمت میندازن در طولانی مدت رسوب پیدا میکنن در رگ هامون که ما بیماری داشتیم در اثر استفاده افراطی از مکمل ها شون دچار گرفتگی شده بود و پزشکشون تنها علت گرفتگی رکای قلبشون رو از مصرف بیرویه مکمل ها دونستن این قضیه قضیه مهمیه اما ما راهکارهای ساده ای داریم اگه ما قلات رو بیایم تو زندگی خودمون فرهنگش کنیم و با سبوسش استفاده کنیم بهترین کار رو انجام دادیم همه اعضای خانواده از اون قلات به اندازه کافی استفاده میکنن و کمبود همه جبران میشه چون تخریب سیستم عصبی در اثر کمبود ویتامین B12 اتفاق میفته و افراد بدون هیچ دلیل خاصی ناراحت میشه عصبانی میشه داد میزنه و بعد در ادامه اون پشیمونی به بار میاره که چرا من اون لحظه این کار را انجام دادم چون تخریب صورت گرفته اما وقتی که میان این سبوس از قلات جدا میکنن چیزی که ازش میمونه کربوهیدرات و نشاسته خالی هست که دیگه اینجا کارای خاصی نداره اما وقتی که ما میایم یک نون کامل استفاده میکنیم نونی که همراه با سبوس هست سبوس همراه با آرد هست و این جدا از اون نیست در آخر اینطور نیست که بنون کمی سبوس اضافه کنند تحقیقاتی که روی موش ها انجام شد البته یک تحقیقات اولیه بود و متاسفانه این تحقیقات ادامه پیدا نکرد در آمریکا این تحقیقات انجام شد و متوجه شدند وقتی که آرد گندم و میان با آهن غنی سازی میکنن و این آرد بدون سبوس هست و به بهونه که مردم کم خون هستند وقتی با این آردها نون درست میشه باعث آلزایمر میشه جالب اینجاست وقتی که این آرت ها رو به موش ها دادن متوجه شدن مسیر لونشون رو گم کردن و یه پلاک های رو مغزشون ایجاد شد اما متاسفانه ما نمیدونیم واقعا چرا این کار انجام میشه و چرا سبوس داره از قلاش جدا میشه که این همه آرزه برای عموم مردم به جا بذاره و این تنها ویتامین ب دوازه نیست کمبود ویتامین ب یک هم دقیقا همون اثر رو میذاره میخوام بهتون بگم کمبود ویتامین ب دوازه و ب یک رو قسمت هیپوکامپ مغزمون اثر میذاره اون قسمت کجاست؟ دقیقا خاطرات کوتاه مدت رو تبدیل میکنه به خاطرات بلند مدت و اونجا ذخیره میکنه اما وقتی که این کم بود باشه این قسمت از مغز به مرور کوچیک و کوچیکتر میشه و میشه زوال عقل و این تنها آرزه کم بوده این ویتامین ها نیست رشته های عصبی بدنمون که از مغز پیام ها رو به اندام ها میرسونن توسط میلین یا میلین مثل قلاف چربیه که دور تا دور این رشته های عصبی رو پوشوندن تا این پیام ها خیلی راحت انتقال داده بشه اگه بخوام یه مثال بزنم سیم های مخابرات همینطور هست اگه دقت کرده باشین سیم ها دورش یه قلاف پلاستیکی داره تا اون پیام های الکتریکی راحت تر انتقال پیدا کنه این رشته عصبی هم دقیقا مثل اون مخابرات هستن که اتصال برقرار میکنن بین جاهای مختلف تو بدن ما هم همینطور هست اما در اثر کمبود این ویتامین ها میلین که یک غلاف هست آسیب میبینه اتفاقی که میفته چیه؟ پیام ها دیگه درست به اندام ها نمیرسه دستور از مغز داره میاد اما به اندام ها نمیرسه در بیماری های مثل آلزایمر و ام ایس هم دقیقا همین اتفاق میفته اون دستوری که از مغز اومده درست به اندام ها نمیرسه و دست خوب کار نمیکنه دچار لرزش میشه افراد دوبینی دارن یا اینکه دفع مکرر ادرار دارن این مشکلاتی هست که به وجود میاد ببینید دو تا ویتامین چه مزراتی میتونه برای بدن ما داشته باشه و تامین اون چه فوایدی میتونه داشته باشه خب حالا چطور این کم بوده ویتامین ها رو جبران کنیم؟ غلات با سبوس بهترین انتخاب هستن یا اینکه بذاریم قلات جوانه بزنن این هم منبع فوق مهمی هستش هم برای ویتامین B1 و هم برای ویتامین B12 اگه ما هر روز یک وعده غذای غلات بدون سبوس باشه این آرزه رو میذاره چون بیشترین غذای مردم الان در حال حاضر برنج هست ما میتونیم حداقل وقتی برنجمون رو داریم دم میکنیم یا از برنج قهوه کلا استفاده کنیم یا اینکه چند قاشق پودر سبوس برنج رو بهش اضافه کنیم این هم تا حدود زیادی مشکل ما رو برطرف میکنه اما خوردن چهار نیاز بدن ما رو برآورده میکنه عزیزانی که از این راهکارها استفاده کردن ضمن اینکه نیازهای بدنشون رو برآورده کردن سفیدی موهاشون هم برطرف شده کمبود روی باعث میشه راندمان کارمون بیاد پایین تر چون عملکرد مغز درست صورت نمیگیره در اثر کمبود این ماده مدنی مهم چون زندگی ها تغییر کرده غذا فسفودی شده فیریز شده شده و خیلی از املاح ها مواد مدنیشون از دست میدن در حالی که ما روزانه نیاز داریم این مواد ویتامین ها رو دریافت کنیم اگه زندگیمون نظم داشته باشه تنوع داشته باشه از انواع گروه های غذایی سالم استفاده کنیم دیگه این مشکلات را نخواهیم داشت. داشت. انواعی انواع سبزیجاتی که برگ سبز هستن انواع کلم ها اما اما همه اینها باید همراه با روغن زیتون باشه تا جذب بهتری اتفاق بیفته این تنها موزل نیست یه موزل دیگه که ما دیگه باش درگیر هستیم کمبود باکتری های مفید دستگاه گوارشه که در اثر کمبود این باکتری ها حتی ویتامین های گروه بی هم به درستی ساخته نمیشن اما وقتی که ما مواد غذای فیبردار استفاده می کنیم غذاهامون تنوع داره این میکروارگانیسم هایی که به بدنمون داره خدمت میکنه به اندازه متعادل در میاد و نیازی نیست ما از پروبیوتیک های شیمیایی استفاده کنیم یعنی تنها خود اون فیبر کافی هست یکی از اون منابع خیلی خیلی فوق بادوم هست که سرشار از روی کسایی که لک سفید رو ناخونشون میفته ناخوناشون کنارشون خیلی ریش ریش میشه در اثر کمبود روی هست که با خوردن مقداری چهار مغز سبزیجات فیبر دار و تنوع در غذامون میتونیم جبران کنیم تو قسمت ویدیو به کمبود ویتامین دی منابع اون و چه کارهایی انجام بدیم تا کمبود نداشته باشیم میخوام بهش بپردازم اما قبلش با لایکتون به امون انرژی بدید ویتامین دی اکثرا برای کمبودش مکمل استفاده میکنه یه موضوع کاملا جا افتاده که همه به هم پیشنهاد میدن در هفته یه بار حداقل استفاده کنید اما وقتی به عوارزش پی ببریم قطعا تجدید نظر خواهیم داشت راهکارهای بهتری وجود داره یکی از اون راهکارهایی که واقعا مشکل ما رو به صورت ریشه حل میکنه کمبود ویتامین دی استفاده از نور آفتاب هست چون کمبود ویتامین دی فقط برای این نیستش که در بحث استخوان کمبودون اون احساس بشه عمل کرد و راندمان مغز و پایین میاره و باعث تشکیل پلاک های تو مغزمون میشه پس ما میتونیم در هفته سه بار، هر بار ده دقیقه اگه در مرز نور آفتاب باشیم این کمبود جبران میشه اما اشکالات دیگه هم وجود داره گاهی وقتا این ویتامین دی هست اما چون ویتامین کادو و منیزیم تو خونمون کمه ویتامین دی جذب نمیشه که اینو ما میتونیم خیلی راحت این زنجی رو درستش کنیم با استفاده از نمک های طبیعی که تمام عمله و مواد مدنی رو دارن منیزیم داره ویتامین کادو داره و سبزیجات برگ سبز این مشکل رو حل کنیم یکی از دوستان ما که باردار هستن تی چند هفته قبل این اتفاق افتاد ایشون کمبود شدید ویتامین دی داشتن این رو اینو ثابت کرده بود و میگفتن من چه کار کنم پیشنهادی که بهشون دادیم گفتیم در طول هفته سعی کن چند بار در مرز نور آفتاب باشی و ایشون میگفت من فقط هفته یه بار اینو اجراش کردم و بعد از گذشته 20 روز به شکل قابل توجهی کمبود ویتامین دیشون جبران شده بود و کامل درمان شده بودن اما اون چیزی که بهمون به میگفتن جالب بود میگفتم من کم انرژی بودنم جبران شده حس حال بهتری دارم روحیم بهتر شده ببینیم خیلی وقتا ما عوارضی که از بیماری ها داریم میکشیم به خاطر همون ریز مغزی ها کمبود ویتامین ها و مواد معدنی هستش عزیزان لینک های پروفسور دانش که در دیسکریپشن این ویدیو براتون گذاشته شده حتما یه سری بهشون بزنید تو ابتدای ویدیو از قدرت ذهن براتون گفتیم دوست دارید اطلاعات تکمیل تر داشته باشید و اینکه چطور با استفاده از قدرت ذهن بیماری ها رو درمان کنیم حتما این ویدیو ها رو ببینید قدر سلامتیمو بدونیم